خانم بازرگان، درود بر شما. سلام و درود بر شما و به همه شنوندگان و بینندگانتون. خانم بازرگان، شما یک کارزاری رو راه انداختین در آمریکا برای اخراج محمد جعفر معلاتی. این کارزار به کجا رسیده؟ اینو بگم اول که محمد جعفر معلاتی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل بوده یک دوره و الان استاد دانشگاه است در یکی از دانشگاه های آمریکا. توضیح بدین که اساسا شما چرا خواستار اخراج او هستید؟ بله، خیلی ممنون. محمد جعفر معلاتی در گزارش 30 سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 که وسیله سازمان عفو بین الملل تهیه شده به نام اسرار به خون آغشته، به جنایت علیه بشریت متهم شده به خاطر انکار و لاپوشانی کشتارش سال 67 و اینکه در 30 سال گذشته اینها ناپدیدشدگان قهری هستند و حاضر نشدن به ما خانواده ها اجساد این عزیزان رو بدن و یا بگن که در کجا دفن شدن. وقتی که این گزارش چاپ شد ما نگاه کردیم و دیدیم که معلاتی در یکی از دانشگاه‌های لیبرال آمریکا، یک دانشگاه خیلی معروفی که از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های دنیاست در واقع و دانشگاه موسیقیه، فکرشو بکنین اینهایی که موسیقی رو در کشور ما حرام کردن خودشون میان در اسم دانشگاه رو میذارن میگه دانشگاه اوبرلین، کالج اوبرلین در شهر اوبرلین ایالت اوهایو، اولین دانشگاهی که سیاه‌پوست قبول کرده در سال 1800، اولین دانشگاهی که زن قبول کرده در سال 1800 خورده‌ای، و این واقعا برای تاریخچه خیلی زیبایی که این دانشگاه داره واقعا ننگینه که یک همچین مردی رو استخدام کردن. دانش ما به دانشگاه نامه‌ای نوشتیم در اکتبر سال 2020، 600 خورده‌ای افراد مختلف این رو امضا کردن، از خانواده‌های جانباختگان دهه 60، از زندانیان سیاسی سابق دهه 60 و افراد حقوق بشری و وکلای حقوق بشری و مردم عادی، و به دانشگاه دادیم و فکر می‌کردیم که ما این دانشگاه رو بدیم با مدارکی که داریم دانشگاه این رو اخراج خواهد کرد. متأسفانه دانشگاه از اون موقع تا حالا از جواب دادن به ما سر باز زده و حاضر به پاسخگویی نیست. ما حدود یک سال این کمپین رو در روی سوشال میدیا زنده نگه داشتیم، به خاطر کرونا نمیتونستیم بریم اونجا و عکس العملی نشون بدیم. بالاخره در 2 نوامبر سال 2021، درست یک سال بعد از شروع کمپین، رفتیم به جلوی دانشگاه تظاهرات کردیم، حدود 80 نفر ما. متاسفانه دانشگاه جواب نداد. درش ما دوباره روز 5 مارچ به مناسبت روز جهانی زن که روز شنبه بود اونجا رفتیم، عکس‌های زنان زندانی ایران رو نشون دادیم، عکس‌های زنانی که اعدام شدن رو نشون دادیم، درباره با حجاب اجباری صحبت کردیم و اینکه چطور افرادی مثل محلاتی که هنوز هم طبل اسلام سیاسی رو بر روی طبل اسلام سیاسی میزنن و خواستار برگردوندن ما به 1400 سال پیش هستن، حالا اجازه دارن که این افکار متحجرشون رو در دانشگاه های آمریکا تدریس کنن. خب جواب دانشگاه چی بوده؟ دانشگاه همونطور که گفتم حاضر نیست که به ما جواب بده، به خاطر اینکه میدونن که شما قبل از اینکه تظاهرات بکنید نامه‌نگاری کرده بودید. ما یک سال تموم بهشون نامه دادیم، تقاضا کردیم، درخواست کردیم، در نشریه‌ها چاپ شد، روزنامه خود دانشگاه درباره ما نوشت. ولی اتفاق مهمی که افتاد اینه که وقتی که ما دوی نوامبر اونجا رفتیم، من همیشه از چند روز قبلش میرم که یه سری آمادگی‌های اونجا انجام بدیم، چون یک شهر خیلی کوچیکه، دانشجویی وسط بیابان‌های آمریکا در واقع. تیم روزنامه نگاران روزنامه دانشگاه اومد و نشست و با ما صحبت کرد، 2.5 ساعت صحبت کردیم. هم براشون توضیح دادم که محلاتی از سال 2000 حتی آخوند هم شده، وقتی که پدرش مرد، پدرش و پدر بزرگش هر دو آیت الله بودن، و وقتی که پدرش مرد اومدن و خلعت پدرش رو به اون تقدیم کردن، در واقع نقل الان حجت الاسلام افتخاری هم هست، و وقتی که ایران میره لباس آخوندی میپوشه. و صحبت من این بود که کسی که قوانین اسلام رو داره انجام میده، که در واقع میگه که چند همسری مجاز، دختر 9 ساله رو میشه شوهر داد، زن رو میشه کتک زد و حق دیه زن نصف مرده، اجازه نداره در یک دانشگاه لیبرالی که به اصطلاح مترقیه حق تدریس داشته باشه. بعد از تظاهرات اول ما اون مجبور شد یه استیتمنتی، بعد از نامه اول ما ایشون یه استیتمنتی به بیرون داد، یعنی یه جوابی به ما داد خودش،
که در اونجا مثل همیشه کارهای کثیف جمهوری اسلامی ما رو به جنگ طلبی متهم کرد و ادعا کرد که چون ایشون هوادار صلح و دوستی هستن و همیشه صلح و دوستی حرف زدن، ما که جنگ طلبیم علیه اون داریم حمله میکنیم. و بعد از تظاهرات ما هم یه چیز استیتمنت دیگه داد، چون ما مدارک خیلی بیشتری رو کرده بودیم، چون در نامه اولش گفته بود که اینا هیچ مدرکی علیه من ندارن که من میدونستم، و ما تونستیم نامه‌ای از اون پیدا کنیم در سازمان ملل، سخنرانی که کرده بود بعد از این کشتارها و این کشتارها رو انکار کرده بود دیگه، سخنرانی مستقیم خودش، که حالا هم اومد یه استیتمنت دیگه داد که من دیپلمات ایران بودم، از در نقش دیپلمات مجبور بودم اون چیزی که کشورم به من میگه رو بگم. یعنی در واقع قبول کرده که این انکارها و چیزها رو کرده، لاپوشانی ها رو کرده، ولی میگفت من مجبور بودم چون که سفیر بودم، پس من نمیتونی شما منو مقصر بدونی، به عنوان دیپلمات باید کشورم رو معرفی میکردم. که ما دوباره مدارک دیگه نشون دادیم، چون این 10 سال از 1980 تا 1990 در سازمان ملل در وزارت امور خارجه ایران کار میکرده و مسئول مکاتبه و سازمان رفع بین الملل بوده. یعنی ایشون از سال 82 که اولین قطعنامه علیه رژیم ایران به خاطر جنایت علیه بشریت صادر شد و 83 و 85 این دقیقا میدونسته که رژیم داره جنایت میکنه، اما با این حال پذیرفته که سفیر ایران در سازمان ملل بشه و روی حالا کشتارهای 67 لاپوشانی کنه. خانم بزرگان، سنت توی دانشگاه‌های آمریکا چطوره؟ آیا اساساً به همچین مواردی یا موارد مشابه که مثلا اینکه شکایت بکنه فردی اظهار نظری کرده در یک رابطه‌ای اخراجش میکنن؟ دانشگاه‌های آمریکا مشکله وقتی که دانش استادا تا 10 سال، وقتی که بعد از 10 سال کار کردن یه چیزی بهش میگن به عنوان تنر میگیرن، چون میخوان که استادها آزادی بیان داشته باشن و بتونن راجع به هر چیزی که دلشون میخواد تدریس کنن. بعد از اون 10 سال خیلی مشکله بیرون کردن و ایشون هم چون 12 سال داره در این دانشگاه درس میده خیلی مشکله. اما تو همین دانشگاه مسابقه داریم که یه استاد دیگه شون البته اون تنر نداشت، یه سری نفرت پراکنی علیه یهودیان کرده بود روی فیسبوک خودش، مجبورش بیرونش کردن. اتفاقا اون خانم هم وقتی که یهودیان اعتراض کردن که این خانم نفرت پراکنی میکنه، رئیس دانشگاه ازش دفاع کرد، گفت با اینکه من خودم یهودیم و پدر بزرگ و مادر بزرگم در هولوکاست کشته شدن، اما من این خانم رو بیرون نمی کنم به خاطر اینکه این آزادی بیان داشته. اما رئیس بورد دانشگاه و بقیه افراد هیئت گرداننده دانشگاه نامه‌ای دادن به رئیس دانشگاه و گفتن که تو باید این مسئله رو بررسی کنی و اون خانم رو بیرون کردن. متها میدونید اینا روی این حساب میکنن که ما یه نامه نوشتیم میریم پی کارمون، برای که برای موسویان هم ما ایرانی ها همین کار رو کردیم دیگه. وقتی که موسویان که در جریان قتل‌های میکونوس دست داشته به عنوان سفیر ایران در آلمان در دانشگاه پرینستون کار گرفت، خیلی ها نامه نوشتن و اعتراض کردن اما بعد دنبالش رو نگرفتن. اینه که این دانشگاه هم روی این حساب کرد که حالا ما یه نامه نوشتیم فرستادیم، بعد میره پی کارمون این مسئله فراموش میشه، ولی ما دنبال این مسئله رو گرفتیم. و من این دفعه هم به روزنامه های دانشگاه، روزنامه شهر گفتم 43 سال مادران و پدران ما در حال دادخواهی از این رژیم جنایتکار هستن و اونها مردن و رفتن، اما ما راه اونها رو دنبال میگرفتیم و الان نسل سوم ما هم وارد جمع شده، کما که دختر خواهر من با ما بود و دو تا تظاهرات ما اومده و با اینکه امریکا به دنیا اومده و بزرگ شده اونجا میاد اعلامیه پخش میکنه با دانشجوها صحبت میکنه و اینا. اینه که ما نسل دوم و سوممون الان در راه دادخواهی هستیم و به دانشگاه هم گفتم فکر نکنید که با جواب ندادن به ما میتونید ما رو از رو ببرید. ما برای دادخواهی زندان افتادیم، شکنجه شدیم، از کار اخراج شدیم، ممنوع الخروج شدیم. جواب ندادن شما ما رو از راهی که در پیش گرفتیم باز نخواهد داشت. خب پس شما برنامه کار آیندهتون چیه؟ یعنی میخواین اینو در این مورد مشخص چگونه میخواین پیگیری بکنین؟ ما روز 5 جون حالا فارسیش واقعا یادم نمیاد که چه تاریخ، خرداد میشه، تو ماه خرداد جشن پایان تحصیلی این دانشگاه است. تصمیم داریم برای جشن پایان تحصیل مجددا به جلوی دانشگاه بریم
واسه بزرگ اون تاریخ اینه که میگم چون این دانشگاه خیلی دانشگاه قدیمیه، دانشجوانی که 25 سال پیش، 50 سال پیش و 24 سال پیش فارغ التحصیل شدن هم جشن گرد همایی براشون گرفتن. یعنی سه نسل از دانشجویان سابق این دانشگاه هم اونجا خواهند بود و اونهان که این دانشگاه رو سرپا نگه داشتن با پولهایی که به دانشگاه میدن، کمک‌های مالی که میکنن، در نتیجه روز خیلی بزرگی برای دانشگاه خواهد بود. ما اعلام کردیم در سوشال میدیا که 5 جون اونجا خواهیم بود و از همه عزیزان تقاضا میکنم هر طوری که میتونن بیان و به ما کمک کنن. و حرکت دیگه هم که داریم انجام میدیم، میخوایم بریم به دنبال اعضای هیئت گردانندگان دانشگاه، نه خود رئیس دانشگاه دیگه، چون اون هیئت گردانندگان که سالی یک دفعه ملاقات میکنن، اونها هم 26 نفر هستن. ما بهشون جداگانه نامه نوشتیم، از اونها خواهش کردیم که دخالت بکنن و رئیس دانشگاه رو وادار کنن که اون رو اخراج کنه. اونها هم جواب ما رو ندادن. در نتیجه حالا ما نگاه کردیم مثلا یکیشون برای یکی از این شرکت‌های مهم سرمایه‌گذاری یا کار میکنه که در لندن، در نیویورک، در واشنگتن دی سی و در سان فرانسیسکو چیز دارن، آفیس دارن، شرکت دارن. و حالا ما دنبال کسانی میگردیم که حاضر باشن برن جلوی شرکت این آقا در مثلا در لندن و تظاهرات کنن، علیش اعتراض کنن، که بتونیم فشار رو روی اینها هرچه بیشتر بکنیم که مجبورشن به خواسته ما پاسخ مثبت بدن. طرح شکایت شما از آقای ملاتی بیشتر اظهارات او نسبت به کشتار سال 67، کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 یا چیزای دیگه هم هست؟ بله، وقتی که این مدارک منتشر شد، آقای کاوه شهروز که ایشون خودشون هم از وکلای بودن که در ایران تریبونال شرکت داشتن و از جزء دادستانی که کارهای ایران تریبونال رو انجام میدادن و ایشون هم داییشون در کشتار سال 67 کشته شده، ورقه ها و نامه های ما رو به دانشگاه آماده میکنه و مینویسه و وکیل حقوق کمپین ما هست. ما متاسفانه چون دهه 8، خب ما خودمون همه میدونیم جنایت‌های رژیم از اول سال 58 شروع شد، ولی متاسفانه اونا هنوز به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته نشده. اما کشتار سال 67 از طرف سازمان عفو بین الملل و از طرف دولت کانادا و از طرف حقوقدانانی مانند آقای جفری رابرتسون و خود ایران تریبونال به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده. در نتیجه ما فشارمون روی کشتار 67ه، چون مدارکمون کشتار 67ه. اما در طول این تحقیقاتی که کردیم، یک سری سخنرانی های این آدم رو پیدا کردیم که یهود ستیزی کرده، علیه یهودیان صحبت کرده و چه صحبت های ننگین علیه بهایی ها کرده و اونها رو به گفته که وقتی که بهش اعتراض کردن که شما بهایی ها رو در ایران میکشید، گفته بود که شماها چطور در اروپا یه فرقه هایی رو که کودک آزاری میکنن دستگیر میکنید و در آمریکا اونها رو اعدام میکنید. اینا هم همون هستن انگار، یعنی بهایی ها کودک آزاری میکنن. آدمی که خودشون رساله امامشون با کودک شیرخواره اجازه میده خودتو ارضا کنی، به بهایی ها همچین تهمت هایی میزنن. در هر صورت سال 81 هم 1981 هم حرفای خیلی زشتی علیه بهایی ها بود در سازمان. حالا ما اون مدارک رو هم داریم که به عنوان اینکه کسی که داره آزادی ادیان تدریس میکنه، در واقع ضد ادیان دیگه هم هست، رو به دانشگاه ارائه کردیم و امیدواریم که به ما جواب بدن. خانم مادرگان، در مبارزه علیه جمهوری اسلامی موضوعات بسیار زیادی هست و هم تو تمام این 14 جاهایی رو کسای مختلفی پیش بردن دیگه. یک موردش مثلا همون ایران تریبونال بود و اینها. خدا میرم چرا این کیس معین رو شما انتخاب کردید، نه مثلا موارد دیگه اینها؟ برای اینکه ما هممون صحبتمون اینه که نباید اجازه بدیم مهره های رژیم در خارج از کشور به راحتی کار کنن و برن و بیان و یا فرزندانشون اینجور آزادانه بیان با پول هایی که اونها از کشور ما دزدیدن زندگی های خیلی لوکسی داشته باشن. اما متاسفانه فقط در حد حرف و کاری علیهش نمی کنیم. مورد محلاتی، اولا اینکه محلاتی مهره خیلی بزرگیه، میگم 10 سال در وزارت امور خارجه ایران کار کرده بوده زیر نظر ولایتی. ولایتی تنها کسی که 43 سال دوام آورده و هنوز هم در واقع وزیر امور خارجه خامنه‌ایه، در دربار خامنه‌ای کار میکنه و ارتباطاتی که ایجاد کرده، یعنی ما هرچی که جلوتر میریم میبینیم در چقدر
سازمان‌های غیر انتفاعی این آدم فعاله، چطور نایاک رو آورده در اون دانشگاه سخنرانی کنه، ارتباطاتی که داره با بزرگترین کشیش‌ها و خاخام‌های یهودی رفت و آمد میکنه، همش در رابطه با صلح و دوستی و این چیزها حرف میزنه. اینه که آبروی این رو بردن خیلی مهمه. و مسئله دیگه هم اینه که این تنها کسی از جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی که سازمان عفو بین الملل او رو به جنایت علیه بشریت متهم کرده. اگر ما زورمون به کسی که سازمان عفو بین الملل به جنایت علیه بشریت متهم کرده نرسه، دیگه به بقیهشون هم نخواهد رسید، چون موسویان رو که ما همچین مدارکی علیهش نداریم، یا کدیور یا بقیه کسانی که در آمریکا هستن. اینه که خیلی مهمه که ما بتونیم این آدم رو اخراج کنیم. این پایه‌ای خواهد شد برای کارهای بزرگتر و بیشتر که بتونیم بریم دنبال بقیه‌شون. برای همین خیلی مهمه که همه عزیزان از سراسر دنیا به ما کمک بکنن که ما بتونیم این کمپین رو به جلو ببریم. اگر کسان دیگری هستن که در لندن زندگی میکنن مایلن کمک کنن، با ما تماس بگیرن. اگر در نیویورک یا واشنگتن دی سی هستن، با ما تماس بگیرن که بتونیم ترتیب یک تظاهراتی جلوی میگم آفیس هاشون در نیویورک و واشنگتن دی سی رو بدیم. میتونن کمک مالی بدن، میتونن پیشنهاد، میتونن توییت های ما رو فقط ریتوییت کنن، میتونن تو فیسبوک راجع به ما بنویسن، میتونن اخبار ما رو پخش بکنن که به گوش بقیه هم که میتونن برسونن. و اگر که بتونن 5 جون خودشون بیان در جلوی دانشگاه و به ما کمک کنن که تعداد ما در این تظاهر بیشتر باشه، کمک خیلی بزرگی خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از شما خانم لادن بازرگان. مرسی از شما، خیلی ممنون. خواهش می‌کنم.